روان دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. اسلام ما دین برتر است، پیغمبرش بهترین آدم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله درسای عقیده توحید با سلسله دیگه درسها، یکی از موضوعات مهم عقیده صراط و گذشتن از صراط است، پل صراط. و یک موضوعی که بر ما بسیار در قسمت بر خودم جالب بود که چطور ما میتونیم، ما صحبه که میخواندم باز که اعمالی که سبب روشنی میشه در صراط، گذشتن از پل صراط، این بسیار مهم است که انسان مسلمان قبلا بر از او آمادگی داشته باشه. ما شما مثل که قبلا هم گفتیم که صراط خو اما پلی است که بالای پلی است که در خود علما میگن که صراط کلمه عربی هست و به معنای پل یا در زبان عربی جسر میگن. و علمای اسلام، کسایی که متخصصین عقیده هستند، از احادیث استنباط کردند که صراط یک جسر ممدود علی متن جهنم، یک پل طویل هست بالای دوزخ. وقتی که آدم یه احادیث می خونه، اعتبار انسان معلوم میشه که وقتی که میدان حشر است و در جهت دیگه از این جنت است و بین میدان حشر، والله و علم چون غیب است، لیکن از احادیث همه تو فهمیده میشه که هر کسی که از میدان حشر حرکت میکنه بالاخره میخواه به طرف جنت بره. خب این کسایی که کافر هستن و یا مشرک هستن و بیدین هستن، اینا خو اما حساب کل گپایشان ده میدان حشر خلاص میشه، دوزخی ها و دوزخ میرن. این پل صراط برای جنتی هاست. اینجا یک نقطه دقیق است که کسایی که به جنت میرن، او کسایی که مشرک است یا کافر است یا مرتد است یا منافق است، این مردم ها در میدان حشر گپشان خلاص میشه و به طرف دوزخ برده میشن. اما صراط برای مؤمنین است و برای ما و شما خطرش اینه میاست که برای مؤمنین که از میدان حشر خلاص میشن و میخواین برن به جنت، هر مؤمن حتی پیغمبرا
اینا باید از این پل اینا بی راز دگن دگر راه ندارن از امی را میرن. اینال اینجا بر انسان زیاد انسان مسلمانه که مؤمن است و با ایمان از این دنیا رفته. اول خطر دایی است که چند فیصد مردم با ایمان میرن چون شرک بسیار زیاد است، آثار شرک زیاد است. و ایره باز بحثش انشاءالله در مسائل بحث شرک آمده میگیم. اینال وایش خب جدا شدن آل کسایی که مؤمن هستن و باید به جنت برن و یا فیصله شده که یا کجا برن؟ در جنت برن. اینال یا که در جنت میرن از کدام را باید برن؟ از این امی صراط باید تیر شون. پس این صراط برای کافران نیست، برای مؤمنین است. اینال وقتی که چیز شده ایره سعی کنین بگن که از صراط و جسرون ممدودون علامت جهنم، یک پل بسیار طویل است که ای بالای دوزخ نصب میشه. احد دو من السیف که تیز است نسبت به شمشیر و ادق من الشعر و بسیار دقیق است یا بسیار همونطور نازک است از تار. مدحتتون مزله بسیار لشم است لخشاننده و طریق مظلم محرق و یک رای تاریک با همراه حریق و گرمی. علی حافتیه خطاطیف و کلالیب من نار، در اطراف ازی امو خطاطیف میگن و ما او کلمه های خطاطیف یارا در دکشنری دیدم که آهن سرکج اسم میگه مثل چنگک و کلالیب میگه مثل انبورها در دو طرف ازی هست. همین قسم علمای عقیده ایره تشریح کردن. و کلالیب من نار معلقه و انبورهای از آتش انبورهای آویزان شده از آتش. و حسکتون مفلتحه و همچنان یک قسم خار است یا تو مثل درخت های خاردار واره چی از یه تاز. یجتازوه المسلمون و اتباع الرسل، اینال از این تیر میشه مسلمان ها و پیروان پیغمبرا. و قیله یا علم میگه که ان طوله مسیرت 15,000 سنه، یعنی در او حدودی میگه که گفته شده که والله علم مسیر یا که از این سیر که میشه تقریبا مسافهش به اندازه 15,000 سال است. فا اما ان یعبرو بسلام او آلام او یقع منه الى النار، بعضی ها به سلامتی تیر میشن این مؤمنین هستن و بعضی ها سختی ها و درد ها را میبینن و بعضی ها هم مسلمان هستن لکن سقوط میکنن در آتش دوزخ. الله حفظ بکنه. اینی چیزیست که در قسمت صراط گفته شده. و در آیت قرآن صراحتن الله سبحانه وتعالی میگه که اینجا یک سوال میشه که از علما میگه که شاید بعضی ها سوال بکنن که برادر با این صفاتی که اینجا گفته شده عبور و تیر شدن از این خوب بسیار مشکل است. او در جواب میگه که اول ما نباید امور غیبی آخرت به دنیا قیاس بکنیم که ما اگر اتراگک آسان باشه خوب رفته میتونیم اگر چی باشه نه. این مسئله ایمان است. وقتی که ایمان به امرای انسان بود اما تمام راه های سخت و مشکل حل میشه. پس این مسئله ایمان است و این سختی ها را بیان میکنه که انسان مؤمن باید متوجه خود باشه. چون مسلمان ها بسیاری کسا وقتی که میگه من مسلمان هستم، ما شما اکثرا دیده باشین اکثرا همین کسایی که دیندار است بسیار مغرور است، بسیار بی تفاوت است. اما آجی بریاله یک دفعه در خانه ما روز قصه کردم، گفتم آجی صاحب خوب تجربه داره. یک روز پرس گفتم فلانی نفر خوب آدم است، گفت استاد خوب آدمی مردم در نماز چی نکو، یعنی یک کسی هست خوب نماز میخونه، خوب نفل میخونه،
اینه ده نماز و نفل خواندن اینه خوب آدم میشه برای ما محاسبه نکو سر از او حکم خوب آدم میره نکو تو کسی یک معامله کو یک هزار رفع قرض برش بده یک چند روز همسایش باش یک دو سه روز همراهش یک اتاق زندگی کو یک سفر کتش بکو متوجه شده باز اونجا میفهمی که خوب آدم کی است و بد آدم کی است اینال بسیار کساست ظاهرش وقتی که سعی میکنی نام خدا چهره نورانی ریشش خوب بسانت برابر لباسش بسیار خوبش و در نماز هم که ساد میشه خوب نماز میخونه لکن قلبش سیاه‌تر از قلب شیطان است اینال ما شما بسیاری وقتا دمو چهره ظاهری یا در یک عمل و یکی از وسایل شیطان که آدم غافل میسازه چی است؟ که وقتی یک عمل نیک کردی او را شیطان برد اق کلان جلوه میته که است یو نیستی و جنتی درجه یک تو هستی. حالا ما بسیاری کسا را کتشان که میشینیم حالا خو ایمان خو میگه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که الایمان و بدان و سبعون شعبه. ایمان 70 چند بخش داره، یعنی اساسات ایمان تو که کلش مربوط به ایمانت میشه 70 چند بخش داره. اینال ای یک دو بخش ایمان تطبیق کرده آن قدری شیطان مغرور ساخته که هیچ که در نظرش نمه. اینال ای از این خاطر وقتی که صراط ما میخوانیم صراط اینجا گپ سر کافر و سر مشرک و سر منافق نیست. این موضوع صراط مربوط به مؤمنین میشن که اونا با وجود الله و وحدانیت الله و روز قیامت و با اساسات ایمان کلش ایمان دارن. پس این مشکلات بر از اینا هست. و چرا این مشکلات هست؟ به خاطر از اینکه یک حدیث شریف که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که در جنت داخل من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت میشه. اینال بعضی کسا وقتی که یه حدیث خواندن خصوصا کسانی که فقط امو یک حدیث میگیرن و امو یک حدیث ماکم میگیرن. حالا ما و شما تو افغانستان دو مشکل داریم، یک مشکلی است که یک نفر یک حدیث میگیرن اونمو یک حدیث اونجا 20 حدیث دیگه است او رو یاد نداره، امی یک دانه رو یاد داره فکر میکنه این حدیث است کل دین است. و یکی دیگه هست باز یک عالم پشتش گرفته فکر میکنه این می عالم کل دین دم پیش این می است. باز بر از او که اگر حدیث پیغمبر هم بگه میگه نه این حدیث پیغمبر تا وقتی که این عالم اوکی نکنه صحیح نه، همیشه همین قسم چیز میکنه. یعنی او حدیث باید از امو چی تیر شود فلتر از امی عالم فلتر شده. او هم تو یک کسی برای من مستقیما گفت که ما احادیث پیغمبر باز از فلتر ما گفتم فلتر علما یعنی چی؟ یعنی که صحیح سو که اگر حدیث به خاطر متنش به خاطر سندش کلمای حدیث میگه این گپ بسیار خوب است که اگر کس حدیث فلتر کنه یعنی احادیث دروغی زیاد است، احادیث ساختگی زیاد است، احادیث صحیح هم زیاد است، احادیث حسن هم زیاد است. اینال اگر این یک عالم را ما چیز کنیم که حدیث بگیم مثل ما یک حدیث میگیریم اینجا فورا میبینیم که علما درباره صحت از چی گفته این درست است، اما باز حدیث صحیحه که صحیح بخاری رو بگه صحیح است بازو رو بگیم نه این حدیث وقتی که فلانی عالم امضا کنند از زیرش که ها این حدیث میچله این رو من قبول دارم، اگر بازو امضا نکده بود اگر به عالم نرسیده بود میگه نه اگر نرسیدم بود دروغ عالم از قبر میخیزانیم و باش میگم چرا برات نرسیده باید امضا میکردی، اگر باش بگی خود عالم گفته که نه صاحب حدیث که صحیح شده اذا صح الحديث فهو مذهبي، اگر حدیث صحیح بود مذهب ما دیگه جنجال نکو. و میگه نه ده میگه پس می عالمم که از گپ است متوجه شدن. اینا لی در حقیقت مشکل چی هست؟ این بیچاره مشکلی است که شیطان در قلب ازی یک نوع غرور انداخته. امی متوجه باشین که ما بسیاری وقتا وقتی در صنف درس میدم چون درسای ما غالبا برای جوانا هست باز ما برشان میگم که فکرتان باشه جوانا، چون ما در صنفا وقتی که درس میدیم یک جوان بسیار ذکی و عاقل میباشه، یک جوان خوب خوش قواره میباشه، یک جوان خوب زوردار و قوی و سپورتمن میباشه، یک جوان خوب پیسه دار است. باز ما برشان میگم که برادر عزیز متوجه باشین که الله متعال هر کس مطابق همون نعمتی که برش داده امتحانش میکنه.
یک نفر در جوانی و زیباییش امتحان میکنه، بنان امی زیبایی ازی سبب رفتن ازی به دوزخ میشه. یک 20 سال دختر رقاصه بر ازی خط روان میکنه. مثل ما رو کپ و کپ باشه سرما سهل نمیکنه. امتحان ما کم شد. اما او که هست وقت برش صاحب مسیجا میرسه. پس یک امتحان است بر تو. اونمو امتحان سبب ازی میگه شیطان از امو را تره در دوزخ میپرده. یک جوان دیگه از خوب پیسه دار است. وقتی که پیسه دار است برای هر امکانات است، اینترنتی داره، تلویزیونی داره، دیشی داره، شراب، کباب، هتل، فلانی کل چیز برای باز است. پس امی پول ازی وسیله چی ازی است؟ امتحان ازی است. فکرتان باشه جوانان. از یک جوان دیگه که هست خوب سپورتمین است، امی اندام ازی و قواری ازی است، باز از امی اندام ازی دشمن ها استفاده میکنه، بازی رو میبره در قفس میپرده که یک کس دیگه بازردوی ازی رو دوتا پلنگا باره جنگ میپردن. وید امی خوش است که والا این اصلا من چپه کردم. خب تو که یک نفر دیگر دندانش هم مشکنانی یا کت بکس میزنی یا احیان رو کشته میشه، خود تو در غضب الله گرفتار میشی. پس بعضی اوقات قوت هست. بعضی جوان ها هستن که موبایل دارن، این موبایل هم برای بسیاری کسا غم است. دمی عین درس عقیده برای زنگ میه، کپک 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 میره، همون گپی که باید دوزخ ببره شیره موبایل میگه باش که نشنه. یکان وقت موبایل هم کار شیطان هم میکنه. بازی از یک طرف درس مزاحمت میکنه. چرا در افغانستان قانون است اگه یک نفر بخیزه بازم این کسایی که در درس شیشتن بازور کت چشم خود تا دان دروازه میبرن. باز استاد که مجبور منتظر بشینه که او بره، باز کو پس آمد باز تا کجا میمیشینه، باز همی 200 نفر سرش دو جماعت تا صاحب کرده. متوجه هستی؟ دیگه این حاله بعضی کسا هست، جوانا بسیار با ذکاوت هستن، بسیار ذکاوت داره، اول نمره صنف خود است، یک قضیه را بسیار خوب زیبا تحلیل میکنه. شیطان میره ایره چی میکنه؟ عقلش ما کم میگیره. باز میگه که این آیت قرآن عقل من نمیپذیره. زد شیطان چی کنشه؟ از تری عقل خوب عقل من یه گپه، والا این گپ دینی رو شما گفتین این آیت قرآن تا که عقل من ایره چیز نکنه. وطن دار عقل ما را، ما عقلای خود، من از عقل خود براتون بگم. من یک وقتی که صنف 13 و 14 را میخواندم، من اول نمره بودم در دارالعلوم عربی. بعد از او وقتی که اینجا خواندم، نه گفتم دیگه که از مکه هوشیارتر و فامیده‌تر و لایق‌تر و اینست. دیگه روز ما رفتیم در کشور عربی درس شروع کردیم، 52 نفر بود. برای من ثابت شد که تنبل‌ترین کلش من هستم، در حالی که اینجا خود عقل کل میگرفتم. اونجا در بین 52 نفر 52 نفر من بودم. از مکه کلگی خوب بود، اما افریقایی هم از مکه خوب گپ زدم، میدان از خوب عربی میگفت. من قرارم تو گنگه باره شیشته بودم، سم من بک من. بسیاری وقتا استاد درس میداد، ایران میامدم که استاد چی میگه. صنفی هم مناقشه هم میکردم، گپ میزدم. تا شش ماه بعد یک همه که اشتوککا باره در عربی یاد گرفتیم که پپا میگه و نونو چی رو میگه اینه چی میگه این تو. باز که یک چند وقت که در اونجا درس خواندیم، باز یک 3-4 سال باز میفتم اوه ولی اینه من ممتاز کامیاب شدم. این حالا همیشه آدم 2 سال پیش خدا چی میکنه؟ چلیپا میکنه. حالا میگه هوشیار هستم. پس یکی از وسایل گمراهی برای بسیاری کسا چی است؟ عقل از او است. عقل یک نعمت است، زیبایی یک نعمت است، تندرستی یک نعمت است، جوانی یک نعمت است. بسیاری کسا است من صاحب جوان هستم دیگه، حال خاک بم برای ریش سفیدا میمونه، من قرار بیغم هستم دیگه، من تو میره 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 دیگه. روز که میای کی والا مو جوان کدام اون مو اندرتیکر چه شد مرد. باز ما ریش سفیدا میریم سر قبر از او خاک میندازیم. ایره شیطان تو غافل کردی که والا من خود جوان هستم، من خود نو جوان هستم دیگه. هر روز تقسیم اوقات ما چیست؟ تقسیم اوقات ما بسیار طویل است. خبر نیست که اونجا بر ملک الموت گفته که نه سر تقسیم اوقات تو، مردم که از به دنیا میاین به نوبت میاین، اما از دنیا که میرن به نوبت نیست. یک دفعه بابا کلام جنازه کی میخونه؟ نواسه را میخونه. از این خاطر بعضی کسا هست که مثلا اگر کمک
توانایی پیدا کرد در اداره و اطراف و قدرت ترا در اینجا دیگه صاحب پشت حلال نمیگرده، پشت حرام نمیگرده، پشت جایز نمیگرده، پشت ناجایز نمیگرده. اینه صاحب دیگه من خواهی توانایی و اطراف دارم، اینه دفتر را بسیار خوش دارن و خوب کارم پیدا میشه. بگید اینال در این قسمت است که اینال پل صراط فهمیدنش بر از اینی مردم های مثل ما و شما که ایمان داریم ای است که باید بفهمیم که این تو خطرها در مقابل ما و شما هست. خب دیگر چیزی که هست کیفیت مرور از پل صراط یه هم بسیار مهم است. یعنی همین حدیثی که من خدمت شما گفتم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. سیست؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله بگه اید جنت داخل میشه. درست است. دیگه هیچ شک نداریم. اما از میدان حشر تا جنت رسیدن از پل صراط اینجا مشکل است. این حدیث جواب از امی حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله این حدیث تشریح میکنه. یعنی وقتی که خواندی این حدیثه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، او را توسط حدیث دیگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش مفسر احادیث خود است، خودش اموگپ خود چی میکنه؟ تفسیر و تشریح میکنه. عالی حدیث بسیاری کسا که میخوانن بعضی اوقات فهمیدن یک عدم درست فهمیدن یک حدیث سبب از این میشه که خود این نفر گمراه میشه. مثلا یک نفر میخوانن والله صاحب نمی برام یک کسی در یک مسیج روان کرده بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. این اگه کس گفت که لا اله الا الله داخل جنت شد، برادر سیست نه فلسفه میگه، میگه برادر عزیز گفت اون از پیغمبر کرده کس رازگوی است؟ نه، پیغمبر از وحی گپ میزنه؟ بله از وحی گپ میزنه. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. اینم لا اله الا الله میگم داخل جنت میشم. دیگه چی نیاز است که نماز بخونم؟ چی نیاز است روزه بگیرم؟ چی نیاز است زحمت بکشم؟ وقت در روز قیامت میگم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تو خودت گفتی که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. سیس استدلالش یا نیست؟ به نظر خودش درست است. اما اگر این حدیث در روشنی حدیث دیگه که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله تفسیر کرده باز بخوانیم باز گپ ازیر رد میکنه. خب بیایم که لا اله الا الله دخل الجنه، آل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ امام طبرانی از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که یجمع الله الاولین والآخرین یوم القیامه، در روز قیامت الله انسانهای نخستین و آخرین انسانهایی که در نزدیک قیامت است کل از اینا رو چی میکنه؟ در روز قیامت جمع میکنه. خوب است و همین حدیث آل فعلا سر از این بحث میکنیم که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. آل ما در جنت چه قسم داخل میشیم؟ خب تا این که حدیث همه که مرو، الله امر میکنن که بفرماین مرور کنین، حرکت شروع. فیمرون على قدر نورهم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگه؟ میگه اینا مرور میکنن به اندازه روشنیشان. آتش دوزخ که در زیر است سیاه و تاریک است. پل صراط هم با اونمو صفاتی که هست. آل هر کس در این تاریکی تیر میشه، اینجا هر کس سرعت حرکتش به حساب سالهای نوری هست. متوجه شدین؟ هر کس مطابق نور ایمان خود میره. مطابق چی میره؟ مطابق نور ایمان خود در حرکت است. اینجا جسم ارزش خود نداره که ما بگم پرگک سیز نی؟ یعنی ما تو بگیم ولی سیم وارد نازکک است و شمشیر وارد تیز است و وجود دور است و چنان است. اینجا میگه حرکت تعلق میگیره به چی؟ به نور ایمان تو. هر قدر نور ایمان تو قوی بود به مو اندازه سرعت چی است؟ تیز است. و به مو اندازه که نور ایمان ضعیف بود به مو اندازه انسان سرعتش چی است؟
پایین تر است. از این خاطر میگه که فیمرون علی قدر نورهم منهم من یمر کطرف العین. بعضی کسا هست که از این می سر صراط که 15,000 سال که گفتن و گفته شده والله اعلم مسافه عزیز، میگه به اندازه یک پلک چشم مرور میکنه. که این مجرد همینجا که همین پای خودمان که تا چشم خود حرکت میکنه با نور ایمان به کجا رسیده؟ به جنت رسیده. ایناله ما در این قسمت وقتی که حدیث هم میخواریم سر ایمان خود، سر عقیده خود، سر تقوای خود، سر عبادات خود، سر نگاه داشتن خود از گناه، سر مصرف مال خود، سر از این فکر بکنیم. راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین از برای ما نشان میده. پس بعضی کسا هست که بر صراط هیچ مشکل را ایجاد نمیکنه. مجرد میگه به اندازه پلک چشم حرکت میکنه. و منهم من یمر کالبرق. پس یکی سرعت ما شما همین خوب است. مسائل کسایی که ساینس خوانده، مسائل ساینسی برش چی میکنه؟ بعضی گپا را بر آدم بسیار روشن میکنه. یعنی یکی سال عادی هست یکی سال نوری فرق میکنه نمیکنه؟ سرعت عادی و سرعت نوری فرق میکنه نمیکنه؟ خب آن میگه بعضی کسای دیگه و من هم یمر رو کالبرق. بعضی مردم های دیگه مثل چی تیر میشن؟ مثل برق. برق وقتی که سویچ اینجا زده میشه، مثلا در سروبی، در سروبی چی هست؟ بند برق است. همونجا که سویچ زد کابل کل برق ها میانمه، صحیح شد نه؟ پس بعضی کسا مثل برق حرکت میکنن، اما باز حرکت برق از حرکت نور کده کمتر است، صحیح شد نه؟ و بعضی کسا مثل برق. و منهم من یمر کالسحاب. امی اف بحر چی دادی ما شما میبینیم ابرها را حرکت داره نداره؟ حرکت امی چیز چه قسم است حرکت ابرها؟ تو که ساینسدان است که برای ما میره تو تخمین کرده بتونم بگه که سرعت حرکت ابر چطور است؟ مربوط به باد میگه هست و هر قدر که باد تیزتر بود. بله، پس بعضی کسا از پل صراط مثل چی وارد تر میشن؟ مثل این همین ابر واره. هر قدر که ماشین ایمانش قوی بود نه؟ آفرین. مثلا بعضی هاست ماشین ایمانش مثل ماشین تیاره وارست. انجن تیاره رو دیدین؟ خودش هم میره یک 400 نفر هم کت خود بالا میکنه. این ایمانش مثل چی وارست؟ تیاره وارست، این جن تیاره وارست. بعضی کسا ایمانش مثل همین موتورهای تیز رفتار وارست. در مسائل دینی که برش بگیم تو بر رست موتور هست بگیم بر بخره رکعت میکنیم، این سعی کنیم نه؟ در نماز خواندن یک از بگیم وقت نماز است آزان است حرکت کن بر بخیر. وقتی چی است؟ که مجای برش بگیم وقت نماز است اوچت میخیزن. یک کسی دیگه هست که ایمانش مثل تیر مثل ماشین بایسیکل وارست. تو لغت زده لغت زده بیای بیا در وقت نماز است خو میای منه تو باشه تو بخی که الان نماز شد آه خو این حرکت میکنیم اینا دیگه برو لغت تک زده برو تو دیگه تو تا کی بخیزه باشه دروازه ساده بیا که ناوق شد حالا که خوانده اینا میایم اینا باش وضو میکنیم. بعضی کسا دیگه است که ایمانش کراچی واره. یک نفر کش میکنه دو تام تیلا فهمیده نفهمیده این یک قسم از ایمان ها تا که از دستش گرفته و کش کرده نبریش آره مجبور رفیق شدم دستش میگیره او رفیق دیگه شم که تو بریم یه دیگه همتون او بابا شما چی حالا انداختین او بابا مردم در مریخ رسید شما در نماز هستین این از ایمانش مثل چی بارست؟ ماشینه؟ کراچی. عمر رضی الله عنه برای بچه خود میفت بچیم خودت خودم محاسبه کن. این هم یک چال شیطان از بازی میده که ما بسیاری وقتا از قضاوت بالای دیگرا سر خود نمیرسیم. شیطان مصروف ساخته
ای خوب آدم است. یک روز هم تو یک نفر غافل است که شیشته ما میفهم که نمی نفر در میبین قوم هیچ کس خوش نداره، از اخلاق شما هیچ کس راضی نیست. کت من شیشت مفتو باش که چی میگه خودتی. یه بار من میگه استاد پلانه دیر خساره ایده، پلانه دیر کسافت ده، پلانه دغسه ده. خب گرفت سایبم یک ده نفر از سر از او ده تا نامان کی خراب آدم هستی، کثیف هستی، چتل هستی، دروغگوی هستی، خیانتکار هستی، فلان هستی، فلان هست. خب کلی گرفت دروغ غیبت شروع کرد. خب من برش گفتم حاجی سای محترم زیبا خبر در تاو کم آیو ملک عمر از سنه دسته بایش تخبل زان ارزیابی که تو همی ده نفر برو یک دفعه پرسان کو کمی خدا که تا چی میگه. یک نفر بسیار خدا میپندان این رفته بود و همی شاگرده خود کاغذ کار را توضیح کرده بود، رای گیری. باز همی شاگرده خود کاغذ را توضیح کرده بود که شاگرده عزیز نامتان را نشته نکنین، درباره من نظرتان را نشته کنین. من 100% اخلاق دارم، از 100 هم بالا هست، 180 است، بسیار اخلاق اسلامی دارم، اخلاق انسانی دارم، اخلاق چطورکایی دارم. ای آپشن ها را برای زمین شاگردای خود داده بود. تصادف که همین کاغذ ازی دمی دست من افتاد، همین رای گیری شاگردای ازی من که ای تاستای میزه کش کردم که کاغذ اکاس خود گفتم باشی چی دوشتا کده. من اگه قرض نداشتم این کاغذ را ازی را بخوانم کمی یک کاغذ ازیرم تو خواندم دی کاغذش یک شاگرد نشته کرده که استاد محترم چون گفتی نام نشته نکو و حال مرا نمیشناسی، خب من میخوام همی گپ دل خدا برات بگویم تو هیچ انسان نیستی. اینی 4 آپشن ندادی دی خود داخل نیستی، به نظر من تو هیچ آدم نیستی، تو هیچ انسانیت یاد نداری. ای بسیار ناکست که آدم فکر کنه که والا من اخلاق من 50-100 است، 150 است، 180 است، 200 است. پیش خود آدم فکر کنه که والا من اخلاقم 200 است و تقویم 200 است و ایمانداریم 200 است و وقتی که در روز محاسبه شما یک نفر آدم هیچ انسان حساب نکنه و امیال کسی است که پیشری ششتی کتش گپ میزنی یو تو گپ میزنه که خود فکر میکنه که جنتی درجه یک است، اما از خلال گپایش میبینی که در چند کلمه در شرک مبتلاست. باور بکنین بعض اوقات تو ما بسیاری وقتا هم بسیاری کسا تو بسیار خود با تقوا و با دیانت میگیرن. برادر تقوا با عمره رفتن نیست که ما چند عمره کردیم، تقوا در چند حج کردن نیست، تقوا در ایست کمی پیسی که تو در حج عمره رفتی حلال است یا حرام، میراث خوارت خوردی، حق مادرت خوردی، حق پدرت خوردی. بسیاری پدرها هستن که حق اولاد خود خورده، حق خانم خود خورده بر از اون نفقه. والا زیبا پیسه را جمع میکنم حج میرم، خانمش مادر اولادش کانکرو گشته، نفقه دو سر تو فرض است، بر از اون تمام روز دال خورده، دال خورده او را سوی تقضی ساختی. نفقه سرت فرض است یا عمره سرت فرض است؟ برای عمره نفری فرض ترک کردی. خطر پل صراط در اینمی قسمت است که بسیاری وقتا ما خود بسیار دیندار فکر میکنیم، اما اگر محاسبه شیم از این خاطر بعضی اوقات همو تو بکنین، بعضی اوقات لطفاً، بعضی اوقات ما یک شکست بزرگی در زندگیم یک مرتبه رخ داد و او یکی از دوستایم، یکی از امو رفیقای ما، من در پوانتون درس میخواندم، در پوانتونی که همسنفی های ما اکثرشان خارجی بودن و یکی از دوستای ما از سوریه بود، جوان بود ولی جوان بسیار با درک این اسلام عمیق میفهمید، مثل ما آره نبود که تو سرسرگایی ما دیگه چه قسم اسلام خواندیم، مدرسه خواندیم خودم همون تو عادتم بود دیگه، مدرسه خواندیم اون سه اول نمره شدیم دیگه، در بین اینقدر تنبلا و ترا خود تو دیگه مجبور هستی اول نمره شوی. خود صاحب اینجا ما اول نمره هستیم، ما چطور هستیم؟ یکی میگه آقا صاحب هستی، یکی میگه دست ما را ماش میکرد، یکی پای ما را ماش میکرد. خب ما را بردن صاحب در آسمان هفتم
لیکن ما آمد بیخی پفکلن پقانا بارو و ما هیچ سر خودم آمد یک دفعه جد. من دکه در پوانتون رفتم امی یک شو امی دوست مکست ای بسیار دعوت کرد جوان است سنش کم است لیکن سبحان الله عقلش مثل عقل یک انسان 70 ساله مثل یک عالمه 70 ساله ای توی سر زندگی رمی دعوت هم میفهمید که امیال بسیاری وقتا من خودم ملامت میکنم نه امیال هم که من اینه 30 سال بعد از او برتان قصه میکنم امیال هم من به مو نمیرسم به مو جوانه که 30 سال پیش کت من یا 25 سال پیش کت من سعی کنین یک قصه شب برتان میکنم که برای خود من یک شکست بسیار بود و یک چیز بسیار خوب بود که آدم باید سر خود محاسبه بکنم ما دیگه کاملا از خود راضی و کاملا خوب دیگه هستیم و نیستیم ما هستیم و شریعت ما میخوانیم درس ما میخوانیم عالم ما هستیم دیگه به حساب آقا صاحب ما هستیم هر کس که زد ما گفت زد وهابیست بهش ما تو تاپه داشتم کمی خود اکه از شور میداد دست میزدم حال که اگان تو مرا گفت میزد من میخواهد باشیم تو 30 سال پیش ما وارستی این سنفی محمد مرا گفت که شب خواه هستیم ساعتای نونیم ده بجه شب هست چراغ گل کردیم ای دیگه امشب میخواه که مرا اصلاح کنه مرا گفت که اجازه میتی که سر من یک پیشنهاد دارم من گفتم پیشنهاد در این وقت خواهده که تو چی پیشنهاد داری در ده بجه شب گفت یک پیشنهاد دارم گفت خب بگو پیشنهاد خفه نمیشی من گفتم نه چرا خفه شد گفت پیشنهاد من ای است که یک 4 خوبی مرا بیان کن 4 تا خوبی تا ما بیان میکنم باز 4 تا بدی مرا بیان کن باز من 4 تا بدی تا را میگم من گفتم بسیار خوب است این کار را میکنم و ایرام گفت ما چرا تاریکی را اختیار کرد که وقت مشکلات بیان میشه باید روی مرا من روی ازور را نبینم او روی مرا نبینه خجالت نشیم خوی طرف چپرکت من هستی چه قرار هم زده چپرکت روی امام طرف شد خب روی مکمت تو یک بغل در دادم واسه چیز وام گفت خب بگو دیگه در بین ما تقریبا 1 متر همین وسط اتاق فاصله هستی طرف چپرکت های مست گفت که 4 خوبی تا بگوی ما 4 خوبی تا یک 4 دانه خوبی گفت که تو خوب آدم هستی به خاطر از اینکه در درس دینی آمدی تو خوب آدم هستی دیگه جوان ها مثلا موسیقی میشنم تو نماز میخوانی تو در جماعت میخوانی 4 تا خوبی نه مرگ فینال تو 4 تا اول مرگ گفت که بگو 4 تاش گفتم باز مرگ 4 تا خوبی گفت بسیار خوب در خوبی وام خوشحال شد ما هم خوشحال شدیم گفت حالا 4 تا بدی مرا بگو گفتم 4 تا بدی تو پالیدم دیگه بدی هم نداره خواه گفت نه پیدا کن 4 تا گفتم ما بعضی اوقات تو یگان وقت که دق میری فکایی میگی یگان وقت تو خنده میکرد گفتم خنده میکنی زیاد صدایت بلند میکنی خب گفت یگان گفت یگان گفتم یگان وقت مثلا قار میشی جر بحث میکنیم گفت خوی دو عیب خب یک 4 تا عیب برازی پیدا کنم خوش دقال حال ذهن من را برای چی آماده ساخت که من 4 تا عیب خوده میشنم مفتم خوی نالا مرا بگو گفت عیب اول تو که تو 100% مثل ابلیس وارستی هل انا مثل ابلیس؟ نعم انت مثل ابلیس متکبر ابا واستکبر گفتم چرا؟ گفت تو بسیار متکبر هستی گفتم چی از علایم کبر؟ گفت خب چرا جمپر نیماسی نمی پوشی اندامایت به افریقایان نشان میدی؟ درا که میری کتابه که تو از نوککش گرفتی چرا کتاب از هم دستت نمیگیری؟ در صنف که میری که چند نفر سلام علیکی میکنی درا که میری بر چند نفر سلام میتی درا که میری خالق نگفته که ولا تمشی فی الارض مرحا در رات بسیار خرامان نرو و من تو را هر وقت رفیق مست کدمی را میرم فکر میکنیم کل مردم در نظرت نمه راستی اونجا یک عیبی که ما رو داشتیم خونجا چینایا بودن و یک ذره چینایا و فلیپینیا خورترک خورترک هستن ما دیگه افغانا کتا گرمیز پیرانا را میکشیم که یک زیر پیرانی میباشی باز من خودا که بر از او مقایسه میکنم دیگه شیطان ما را میگه سعی کن باز
گفتو کاملا گفت یک خوید یادتای تو گفت کاملا مخالف قرآن است. تکبر داری، غرور داری، در آخرامان میری، زمین میری که او زمین خوشحال باش که من در سر تو را میگردم. و ای گفت از صفات مسلمان نیست، یه صفات مسلمان نیست. خصایبی که همین چهار تا عیب مرا گفت، باور که مرا در داخل بستره گریان گرفت و وضعیتم برای من بازو خود چون دعوتگر بود برای من گفت که تو خود رفیقم هستی، تو خود دوستم هستی، من برای تو میگم تو واقعیت ها را خودت برای من اجازه دادی بگوی، من همین عیس دوست بسیار نزدیک تو، اینی صفات زشت در وجود تو دیده، تو باید متواضع باشی، تو باید طریق را رفتن تا طریق گپ زدن تا نظر کردن برای مردم، خطاب کردن مردم دیگه، اموج اشکای من سر کرد و من سر از امروز تصمیم گرفتم که من در راه رفتن خود اول که دستم رفتم راست اگه نمی دستم پیرستم که هیچ کس قول نمیدادم یکان تا که خوشم میامد میفتم خوب هستی دیگه رفتم از یک سر برسیم فیم سلام علیکم خوب هستی سرتان خوب است او افریقای آخه مردم های سیاپوسا کس نید عادت دارم تو چورت انداز گفت میزنن او گفت اصبحت انسانن امروز انسان شدی چقدر وقت سنفی ما بودی سلام علیکی نمیکردی رفتم یک افریقایی دیگر در بغل خود گرفتم گفتم که کیف حال که این برو قد افریقایی در بغل بگیر و اگر او نان میخوره پشت دستا و روغنش نگرد تو بگو او قوت اسلامی تا بر از او چی کن؟ ثابت کن و توازوی تا بر از او ثابت کن و اخلاق تا بر از او ثابت کن باز شروع کردیم اینال بسیاری وقتا خود ما خودم میشینیم و درس که میتی در جلسه درس که میشی اتو فکر بکن در جلسه دعوت که اینمی کسایی که در این پیش روی مشیشته کل از یا از مکه در هزار مرتبه به خالق متعال رتبهشان بلند است. پس فکر نکن ما بر مردم هایی که پایین از مکه هست گپ میزنم بلکه بر کسایی گپ میزنم که یا کلشان از مکه در رتبهشان بلند است. جوانی که در جوانی مثلا اینجا آمده درس میخوانه، یه جوانی که هنوز پیغمبر صلی الله علیه و آله یک چوکی واده کرده برای ما ریش سفیدا نکرده، ریش سفید خسرب در لب سرک خرام در نسوار مندازه، این جوان می از خیرخانه می از مکرویان می از اون منطقه از اونجا می این ریش سفیدی که در کلومیرین در امسایه مسجد است الله شرماندهش که در این درس بیای بشینه. حال برزی خب رسول اکرم صلی الله علیه و آله خب وعده داده که سبعت یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله که هیچ سایه نیست بذ جز سایه عرش. گفتی کی است؟ گفتی جوان است که شاب و نشع فی عبادت الله. این خود جوان است که در عبادت الله هست. خو اینم عبادت الله هست که ایده ای روز جمعه فلمای ایندی هست، فلمای خراب است، 200 چینل هست، امکانات هست، بازار است، هر وحشت است، لکن این جوان از خانه خود می اینجا 2 ساعت در مقابل استادا شیشتا درس میخونه. خیلی این جوان ها خیلی عزت داره. تو ریش سفید چی داری؟ پس رتبه از او بلند است یا رتبه تو؟ در روز آخر سعی کنی که استاد قرار در میدان قیامت اما تو در این قدر عرقا گد است، تو قرار در چوکی شیشی سای پیش روی سای آب میوه و آب و ناک آب فلانه او خانه پر پلو باز خواد بگه تی استاد سعی کن از مسئله گفتن از این ما در جنت رفتیم خودش در دوزخ بسیاری وقتا همه تو میشه بسیاری وقتا همه تو میشه که او کسی که دیگر دعوت میکنه مثل علمای یهود مردم یثرب دعوت کردن دعوت کردن دعوت کردن که پیغمبر میه. وقتی که پیغمبر آمد مردم یثرب آمدن که پیغمبر سن بیعت کردن، خود علمای یهود چی شدن؟ کافر شدن، چون قلبشان هم تو قلب با تقوا نبود. و ما میگفتن ما به خاطر دی دعوت کنیم که باز بچهای کاکای ما در قوم ما پیغمبر می. الله امتحانشان کرد، از بنی اسرائیل پیغمبر اختیار نکرد، از کی اختیار کرد؟ از بنی اسماعیل. یک دفعه کافر شدن. اینا بسیاری وقتا یک عالم همین تکبرش او ما چی آدم هستم، این اصلا بیت موبایل ها را سعی کن، این اصلا درجه ایمانت که قبول این 6 تا موبایل را سفر میگیرن، غرور پیدا میشن. هستم که من هستم، این اصلا بیت سعی کن. باز یک کس دیگه میگه او استاد والا چطور هستی؟ از این خاطر اگه عالم میگم این دعوتگرا کس یا ایمان 100% خدا نگاه کرده نمیتاره نمی تقوای خدا
اخلاص خدا. چرا که این بعضی مردمای چاپلوس و دروغگویی که میامد چهار تا توصیفش کرد زد سویر برد تو مغرور ساخته یکی باز صاحب درام که میره که بوشون دوگو یگان تو ببینه که تو باز هرکس که آمد تو بیان چه این حال مثلا اینکه پیش آمد باز میگه سلام علیکم او خوب هستی جور هستی جانک جور هستی خوب هستی من جایی رفتم کلان گفت پیش فلانی فلانی نفر من رفتی میدی نه کدام فامیلی این حال اینه میخواه که ماچ کنه این نفس هستی دیگه چی هست به سلام هستی و به والی که هستی به یه ایزی خناتش نمه یه دیگه به زور دوست خواهد چی میکنن ماچ کن ماچ کن ماچ کن باز کنه تو جان آدم هست در جایی من با تو رفتم ایم تو یک نفرم تو فقط فیل واره یک بغل خب کده بود هر کس میمد اما تو دست هزیر ماش میکن من که رفتم رفتم خدای این دست هزیر در کجایش خورده یه چطن وقت من جوان بودم هم تو سنم بود من دست مثل هزیر ماش نکدم دست هزیر چیز که من ماش کنم بعد از او نه در قرآن گفته که دست هزیر ماش کنم نه در دین گفته چی دست هزیر ماش کنم من قرار شد باور بکن تا آخر مجلس سندگام تو خنده نکسن چرا؟ چون غرور نفس ازی تکبر ازی صحیح شده؟ بعضی اوقات تکبر در چی پیدا میشه؟ در لباس بسیار لکس بعضی اوقات در لباس بسیار کونه که اینه مثلا لباس کونه پوشیدیم کورتیگه که سرچپه پوشیدیم من بسیار با تقوا هستم احیانا غرور در کالای بسیار لکس پیدا میشه احیانا فکرتان باشه غرور در چی پیدا میشه؟ در کالای بسیار کونه ریا در وجودش داخل میشه تکبر که نزه من از که خوب هستم این دگاه میرسیم از این خاطر یک جای ششتین کن نه استاد والا سه ما کباب نمیخوریم ها نمیخوریم هفته والا ما خو میخورم چرا میخوریم هفته به خاطر که نعمت الله را بخور که قدرت الله را بخور دیگه چی دلیل داری؟ دیگه گفتم دیگه دلیل دارم که من از پیغمبر کده تقویم زیاد نیست من در حدیث شریف خواندم که پیش پیغمبر سم یک کسی یک ران و گوسپند کباب کرد آورد ماند پیغمبر سم چی کرد؟ خورد تو دیگه رتبه از پیغمبر را کده بالاست از ما از پیغمبر کده پایان است وقت پیغمبر ما یک ران نخورده من چهار داره میخورم با خود بیشتر این از این خاطر بعضی اوقات چی بشه این حال پل این صراط که هست برای اینی مسئله است که ما و شما متوجه باشیم که در پل صراط از این خاطر میگه یک آدم غریب از آدم پولدار کرده 500 سال پیشتر به جنت میره من قال لا اله الا الله دخل الجنه لکن متى دخل الجنه ای حال داخل شد ای دیگه 500 سال بعد داخل شد این حال 500 سال تو فکر کن سر پل میری که زیر از او آتش جهنم است من سبت خانه دارم شش تا خانه دارم هفت تا خانه گرفتیم از چی گرفتیم؟ از پیسی حلال در افغانستان ما از پیسی حلال صاحب یک سیویس و زمین هم نشدیم از پیسی حلال خب ما که هر قدر زدیم خب پیدا کده نتانست اگر خوبترین ماش استاد پانتون است خوبترین و بلندترین و لکسترین ماش استاد پانتون است اما در این ماش صاحب که تا سر ماش هم میگیری تا آخر ماش هنوز پیشخورام میشی بعضی اوقات اما ای که از این ماش یک مامور صاحب مامور جان 10,000 ماشش است مای 10,000 دلار مصرفش است 10,000 افغانی ماشش است 10,000 دلار مصرف میکنن در میمانیش 300 نفر در هر میمانیش قوطی های پیپسی و اشتکاکت پیپسی فوتبال میکنن مدیر صاحب عمومی ها؟ مدیر صاحب عمومی پیسه که کت پیپسی رو فوتبال میکنه اشتکا در محفل دوی از کجا شده از حلال میشه از حلال ما بسیاری کسا رو همیل پنج نفر در خانه ما بیوره من انتشارات میبرم استاد خوب است یا والا صاحب من از سویدن آمدیم پرسان شما آجل برو در انتشارات چاش یک لوبیا یه لکس برش دادم دیگه ایسی تلیفون نمیکنه ما از کجا کنیم که برای صاحب یک روز صاحب یک نفر از ایراد می و یکی صاحب از مزار می و یکی صاحب از فلانی می او روز یک از دیگه در خانه در قطما شیشته خانمش بهش زنگ میزنه که او مرده که لوبیا پخته کردیم بیا که نان خلاص میشه امروز من لوبیا نمیخورم که تو استاد دایی امروز نان میخورم
سر سرخان کشیش در خانه جان قرمه لوبیا بود از ما شوربای لوبیا سایسته او بیچاره خدا هم چی شکم خدا گفته که امروز سعی برز یاده که میریم حال پشت سر ما تخریبات زیاد است نه شیطانا که استاد هاسه ماشم چطور است چنان است یک روز یک کسی گپ میزد که والا سه استاد چطور است چنان است آخرم یک پدر من تو میگه که ماشم چنان مرتبه میرسه که کامپیوترم پرزه شده این تو سبحان الله اینا پس لا اله الا الله گویا متوجه باشن که من قال لا اله الا الله دخل الجنه لکن چه وقت داخل جنت میشی اینجا خود بیبی منو ما یمر رو کطرف العین بعضی ها مثل پلک زدن چشم و منهم ما یمر رو کالبرق بعضی کسا تیر میشه مثل چی مثل برق و منهم ما یمر رو کالسحاب بعضی ها تیر میشن مثل چی مثل ابر و منهم ما یمر رو کانقضاض الكواكب بعضی ها میگه او تو تیر میشه مثل که امی ستاره ها مفتن حرکت از یا برای حرکت شا میشه و من همه یمر رو کشد در رجل بعضی ها میگه حرکت میکنن میرن طرف جنت و من همه یمر رو کشد در فرس بعضی ها از پل سرات تیر میشه مثل که سر اسب سوار باشه مثل چی؟ مثل که سر اسب سوار باشه یک نفر سر اسب حرکت اسب باره و من همه یمر رو کشد رجل بعضی کسا از بل سرات تیر میشه مثل که یک نفر مرد میدور را میره یک مرد یک خوب هم تو قوی حتی یمر الذی اعطی نوره علی ابهام قدمی بعضی کسا هست که نور ایمانش به اندازه پنجی پایش است پس اینی که میگه نورش علی ابهام قدمش میباشه یحبو علی وجهه و یدیه و رجلیه تخر رجل و تعلق رجل استغفر الله میگه بعضی کسای دیگه از پل صراط تیر میشه در روی افتاده مثل همیده عسکرا که زفت پروت میکنه اینی قسمی میره یک دستش ای طرف افتاده یک دستش ای طرف پایش در دوزخ میفته دستش استغفر الله العظیم بعضی کسا در اینی حالت است این حال فکر کن که ای زفت پروت 15,000 سال هم مسافهش است چه وقتی به جنت میرسه داخل جنت میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یاره اینی انسان هستی بود از اینجا ببینه این حال هر ذره که تو عمل میکنی ذره از ایمان تو چی میشه؟ زیاد میشه این حال الله از این حالت نگاه کنه که و رجل تخر رو رجلون و تعلق رجلون یک پایش ای طرف میفته یک پاش ای طرف میفته یک پاش کشال میشه و یصیب جوانبه النار اعضای بدن ازی گای آتش دوزخ در گردش میخوره گای در ای طرف گردش میخوره گای در سینهش میخوره در اطراف بدنش حتی یخلص تا ای که مسافه را چی میکنه خلاص میکنه و تای میکنه فاذا خلاص وقتی که میگه خلاص شد وقف علیها استاد ثم قال باز اینمی انسان گناهگار چی میگه که به زفت پروت به سینه در حرکت است میگه الحمدلله لقد اعطانی الله ما لم یعطی احدا میگه سبحان الله میگه الحمدلله که الله بر ما چیز را داد که به هیچ کسی نداده بود ان نجانی منها که مرا از آتش دوزخ نجات داد ای باز شکر خدا را میکنه که چند بعد از رأیتها بعد از که میگه من دوزخ دیدم از جنتی مپرس که جنت چی سان است از دوزخی بپرس که اعراف بهشت است کسی که از جنتی میگه پرسان نگو که جنت چی قسم است از دوزخی پرسان کن که بر از او امو فاصله که بین جنت و دوزخ هست پور اعراف میگن میگه امی بردی چی هست؟ بهشت هست این بر کی هست؟ ای درد هست که برادر به چهار کلمه که یاد گرفتی مغرور نشو به چهار کات نمازی که میخوانی مغرور نشو تو که مسلمان های واقعی را دیدی که شب تا به صبح در عبادت الله هستن کجا تو مسلمانی را دیدی که 24 ساعت زیر بمب
کافرها و یهود و نصارا دست دست فرقش میخورن و اقرار مصروف عبادت الله است. تو کجا و تو مسلمانی را تیر کردی؟ یک روز برد یک وقت نان نرسه کفر میگی. و کسایی است که 72 ساعت میگه استاد برگ خوردیم، سبزه خوردیم، شوار در زیر پل در او تیر کردیم، برف آمست، پایایش یخ زده، نوکای پنجهش برف برده، باز او در مقابل الله استاد میشه. او هم میخواست پل صراط تیر شوه و تو هم کتی کافر دوست، کتی دشمن الله دوست، ضرر رسادن به مسلمان برای بسیار ساده، غیبت چاکلیت مجلسه، تهمت رشخندی سر یک کسر یک کمک قواریش اونجا نماز میخونه، سبحان ربی الاعلا میگه، سبحان خالق و کل شی میگه که الله اینه خلق کرده، باز که یک انسان دید که یک کمک قواریش ضعیف است با سر از 200 پرزه میگه خالق از تو هستی یا الله، چطور تو جرأت میکنی که سر یک نفر مسخرگی میکنی پرزه میگی؟ این الخان این ای بر کسی است که باز قطعش که بشینی باز میگه نه پیغمبر گفته که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. بله کلام پیغمبر درست است، لا اله الا الله تو را در جنت داخل میکنه، لیکن چه وقت صوفیان صاف را اول به دوزخ میبرن، شستشویش میکنن، این قرتکایی که زده یتنایی که کرده، ای که خانمای مردم در بغل خود گرفته، ای بابخانی ازی که تاویز میتم و جندش هم میکشم، پیشونی شوار بی غیرتش که از او ما چکانی رو شروع کرده، وایشا کلش جوابش هم میبینه. والله در روز آخرت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک مثقال خیر کرده باشی اوجا به چشمت میبینی که اونمو مثقال خیر تو نقطه ای از ایمان در بدن تو شده و سبب رفتن تو در روز قیامت. و اما یعمل مثقال ذره شر یره، و کسی که یک مثقال شر کرده باشه نقطه سیاهی در قلبش است که در روز در سر پل صراط پایش بند میکنه که به پای رفتن نمیتونه، به سر سینه در پل صراط در حرکت میباشه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. پس اینی است برادرای محترم، از چیز قبل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بهترین عالم است.